تو پرزیدنت سلطنت چون میگن سلطنت نباید باشه تو ایران. مگه برمونه است؟ ما هوادار شهریاری هستیم و شهریاری هم به ایران برمیگرده و شما خاطرتون. از میکده ها ناله دل سوز با خدا از میکده ها ناله دل سوز براد یا خدا نکته دیگه که خیلی مهمه شاهزاده رضا پهلوی فهمیدم اونی که من بارها گفتم نظم نوین جهانی اسلام‌بازی رو دوست نداره. یعنی تو به هر گونه که به اسلام بچسبی قدرت نمیگیری. چون اسلام رو اینها دیگه الان میدن تو لابراتوارشون کامپیوتر رو تختی میدن میگن تروریست. سال 2000 در پانورامیک که من نوشتم ریشه ترور در اسلام، از سال 1983 که من کتابم نوشتم به چند زبان بر سطح دنیا خوندنش، همین هفته پیش که من نمایشگاه کتاب بودم یعنی یک شنبه، شخصیت در جوال این مملکت کسی که وزیر بوده رئیس شورای قانون اساسی فرانسه است، روبر بدنتر، و حکم اعدام را از فرانسه برداشته و افراد دیگه، شخصیت های بزرگ دیگه، اینا کتاب را از قدیم نظران خوندن، دنیا خودش میدونه. همونی که الان تو جوانی ایرانی اسلام رو خوب شناختی، الان بهتر از تو شناختن، طالبان که نیستن. با همین در تو بگی اسلام نوران نور سماوات والارض، اسلام مجاهد خلق، اسلام رو قبول ندارن دیگه اینا، به کسی هم نه. برای همینه که الان 80% کارهایی که در دفاع از پادشاه رضا شاه اینا میشه اینا و اسلام رو باش مخالفت میکنه فلان میکنه، کار حتی مجاهدین خلق رو به شما بگم بدونید، این لشکر سایبری مجاهدین خلق الان داره در راستای همون اندیشه های شماها که اسلام رو نمیخواین باشه کار میکنه. ولی خب چون تا یک مدتی مسعود نمیدونم دو تا من به گمان من دو مورد است که مسعود رو مدتی سانسورش کرده بودند گروه های خودشون، دو مورد میتونه داشته باشه، یکی که ایشون معلول شده بود و چون نمیتونست ظاهر بشه فقط صداش باید پخش میشد و میترسیدم که بار بکشنش همونه که دور برش هستن، صبر کرد الان که حالش بهبود پیدا کرده. الان که شما میبینید شورش ها توی ایران زیاد شده، این چون مسعود رجبی اومده به دهنه رو گرفته دست خودش. مسعود رجبی هم مسلمون رو شما اصلا مسلمون نیست، قبلا می نبود مارکسیست اسلامیه، مسلمون نیست. الان هم مسعود رجبی چون میبینه که جامعه ایران شاهیه، جامعه ایران رضا شاه رو حد چاد میگه فلانه، مسعود رجبی آدم ابلهی نیست، بسیار زرنگ و باهوشه، اون الان از خداشه که کاری بکنه. ولی اینجا مسئله رو دروازی خانومشه، ما با خانم همه رو دروازی دارن دیگه، با خانماشون بعضی وقت تو خوب 100% به حرف خانمت بکنی، مثل شاهزاده رضا پهلوی مثلا یاسمین اگه میاد توی تلویزیون میشینه با اون خانم مصاحبه میکنه میگه من این فلان کنم، خب دموکراسی تو خونه است، شاهزاده رضا پهلوی شما از زنش اطاعت کنه، تو هم باید از زنت اطاعت کنی. زنها وقتی که عقلشون خر مقدس نباشن و مذهبی نباشن و کوفت و زهرماری نباشن، مدرن باشن اینا، خب شوهر بکنه بعدش تشکر کنی. اما اینجا که الان سرکار خانم مریم رجبی عزیزم دور دارم بهش، شما سرکار خانم تشکیلاتی رو داری میکنی که مسعود رجبی قبل از این که غیب بشه مصوبه‌ای رو به نام لایسیته جدای دین از سیاست گذارونده، تو اون براساس جدای دین از سیاست شما یا نباید رئیس شورای ملی مقاومت باشی یا اگر از سیاد روسری رو برداری و شما اجازه نداری بیایی به هر گونه مذهب نمایی بکنی، به قرآن بذاره رو سرت، بیا یه دونه موز بدی به رزمندگانی که جونشون رو برای شما میدن، یه موز میمیدی، این کارهای تو خانم خیلی پاش چیپه. اسلام رو شورای ملی مقاومت باید برداره، فضل الله المجاهدین علی القاعدین و اسم مجاهدین رو باید از جختون بردارید. همونطور که من اینجا گفتم رئیس جمهور فرانسه دیگه به طالبان و حتی تروریست های دنیا نمیگه مجاهدین،
جهادیست میگفتن، جهادیست میگن به فرانسه، یعنی مجاهدین. الان جهادیست درست مجاهدین مساویست با اسلام تروریست. آخر برنامه من پخش میشه صدای آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه. مکرون یکی از رهبرای جهانیه، فکر نکنید مکرون، برای همین که من از قبل گفته میشون رئیس جمهور میشه و شد، قبل از اینکه اصلا نامزد بشه من اعلام کردم ایشون نامزد، ایشون رئیس جمهور شد. چون مکرون فکر نکنید یا حسن علی بقال سید علی خامنه ای بسپا یزدی، ایشون یکی از تینگ تانگای جهانه. فقط مال ما حالا دی مخالفش هم فوج خانم او او که مجاهدین مسئله است. historique pour la radio ici et maintenant suite à la proposition de David Abassi, Emmanuel Macron aurait plus utilisé le mot djihadiste mais terroriste islamiste, et il a commencé à utiliser ce terme. On va voir si les médias vont bien suivre Emmanuel Macron ou bien s'ils vont suivre les projets du monde musulman. Et quand vous dites djihadiste, vous donnez la valeur à l'individu et son acte. Et qui, depuis 2015, ont été victimes du terrorisme islamiste. Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort qu'il nous revient d'éradiquer. Et qu'un individu imprégné d'une telle idéologie puisse exercer face au terrorisme islamiste, nous mènerons le combat sans relâche. یکی از موارد هم که مسعود قایم کرده بودن اینا، من فکر میکردم این است که چون اینا دیل کردن بعد اینکه خانم مریم رجوی رو فرانسه بازداشت کرد و اینها، اینها دیل شاید کردن که مسعود به عنوان رهبر سازمان مجاهدین چون خیلی از ترورها رو به عهده گرفته بود، مبارزه مسلحانه رو، نباشه خانم رجوی باشه. ولی خانم رجوی که اصلا نمیگن، یعنی هرگز شما در نظر داشته باشید که طالبان اگه اونجا بهش قدرت دادن به خاطری که بره سرزمین ها رو سوخته کنه، سرزمین رو بسوزونه، رفته اونجا ماموریت انجام بده. مجاهدین خلق که نمیخوان مزدور شرق و غرب باشن، برن تو ایران بکشن. که مجاهدین خلق شورای ملی مقاومت، حزب دموکرات کردستان توش بوده، حزب کمونه توش بوده، اشتر شخصیت های توش بودن، حالا هستن یا نیستن، بعد این پروژه و برنامه داشتن و دارن، ضدیت با ایران نیست، مسلمان گرایی توشون هست، اسلام گرایی باید ور دارن اگر میخوان قدرت بگیرن. شاهزاده رضا پهلوی هم مشخصا وقتی که گفت کسانی که سابقه غلطی کردن خب حالا میان میرن، منظورش جمهوری اسلامی نبوده، اینو من قاطع بگم. جمهوری اسلامی از اول تا الان هر کی جنایت کرده نمیبخشیم نه فراموش میکنیم. جمهوری اسلامی رو منظور شاهزاده نبود، اینو من بگم. منظورش سازمان مجاهدین خلق بود. سازمان مجاهدین خلق اسم شما دوست کنیم، اسلام و قرآن باید برداره، روسری باید بگه، روسری الان شورای ملی مقاومت برداشتن به فرمان مسعود رجوی، ولی خانم مریم مجاهدین رو نیادشت. خانم مریم رجوی، من سیاوش عوستم، از شما میخوام یک رفراندوم بذاری زیر نظر سازمان ملل متحد در آلبانی و همینجا یا هرچی، افراد بچه های مجاهد خلق بیان برای برداشتن اسلام از تشکیلات رای بدن. اکثریت میگن نه، چون من با خیلی از بچه های تو و دوستان من که در تماس هستن در پیوند هستیم، همه اینها من ازشون خواهش کردم بیان از این بعد علنی اینو بگن به مریم رجوی. همونه که خانم کنار شما میشینن دیگه به اسلام معتقد نیستن، دیگه لچک رو میدونن که این برای صحراگردان بوده که سرشون میکردن از گرد و غبار دور باشن، و الان میدونن که در دنیا این روسری توسریست، این روسری یک نشانه و اونیفرم اسلامگرایی هم مجاهدین طالبان مثلشون مجاهدین بود. الان حتی در افغانستان این مسئله پیش اومده که بگونی میخوان احمد شاه مسعود قهرمان ملی رو حذفش کن. چرا؟ چون عضو حزب اسلام، جمعیت اسلامی نبوده. ولی من بهشون گفتم این کارو نکنین، اون نیست. حالا پس این هم در رابطه با مجاهدین خلق، این منظور شاهزاده رضا پهلوی اینه که مجاهدین خلق بایستی به لایسیته عمل بکنن و خیلی موارد مثل همه که عوض شدن اینا باید عوض بشن، و وقتی عوض شدن شاهزاده رضا پهلوی حزب نداره، وقتی دستور میده حزب درست کنی که شبکه یک حزب ساخته میشه. شاهزاده رضا پهلوی میلیون ها هوادار داره، میلیون ها
شورای ملی اونقدر اینجا یک تشکیلات پولادین داره. این تشکیلات با این باید با هم متحد بشن 100% 100% فردا رژیم